در برابر موج سرکوبی که راه افتاده، اتحاد عمل تشکل‌ها و فعالین کارگری در داخل و پیوسته تر کردن اقدام حمایتی در خارج ضرورت عاجلیه. از این طریق میشه هزینه سرکوب رو برای سرکوبگران بالا برد. اهمیت اتحاد عمل تشکل‌ها و فعالین کارگری محور گفتار کارگری این هفته ماست از مریم محسنی. سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر. در برابر اون چه در زندان بر سر همرزم پرشور ما شارخ زمانی آوردن، خاموش نبودیم. فعالین و تشکل‌های کارگری با وجود تهدید نیروهای امنیتی به برخورد، با وجود داشتن پرونده‌های باز، هم پیام دادن هم در مراسم خاکسپاری شارخ شرکت کردند. این حضور شاخص بود و خانواده داغدار شارخ با انتشار پیامی قدردانی کردند. یه عنصر برجسته در همه واکنش‌های فعالان و تشکل‌های کارگری در داخل کشور و حامیان جنبش کارگری در خارج از کشور، مسئول و مقصر دونستن رژیم در مرگ شارخ بود. ابعاد واکنش‌ها در حدی بود که سخنگوی دستگاه قضایی مجبور شد وعده بررسی دلیل سکته شارخ رو مطرح کنه. وعده‌ای که البته می‌دونیم عملی نمیشه چون چاقو دسته خودشو نمی‌بره. عنصر برجسته دیگه که در واکنش به مرگ شارخ زمانی در زندان شاهد بودیم، همصدایی گسترده فعالین و تشکل‌های کارگری از طیف‌های مختلف بود. همصدایی و همسویی با وجود همه اختلاف نظرها امکان‌پذیر شد. این چیزیه که الان جنبش کارگری نه فقط در محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر مرگ شاهرخ زمانی، که در زمینه‌های دیگه هم به شدت بهش نیاز داره. مثلا برای اعتراض هرچه گسترده‌تر به بازداشت علی نجاتی، در واکنش به صدور حکم 9 سال زندان برای محمود صالحی، در برابر دستگیری والی زمانی، در واکنش به بازداشت معلمان و کلن حمایت از مبارزات صنفی معلمان، در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی گشت‌های جدید برخورد با زنان، در اعتراض به برخورد‌هایی که هفته گذشته سپاه در مشهد با بازداشت‌های فله‌ای همراه با ضرب و شتم به معتادان صورت داد. علاوه بر اینا که گفتم، اعتراضات کارگری و مخصوصاً وضعیت بخش‌های پراکنده‌تر و بی‌پناه‌تر نیروی کار هم به شکل عاجل به اتحاد عمل تشکل‌های مستقل کارگری نیاز داره. ما الان واحدهای تولیدی داریم که کارگراش به خاطر دستمزدهای معوقه یا خطر اخراج یا قراردادهای کار متناوباً دست به اعتراض میزنن. میدونیم که صدای اعتراض این کارگران به جایی نمیرسه و مدیران و مسئولان معمولاً اهمیتی برای مطالبات کارگران معترض قائل نیستن. میدونیم که مشکلاتی که به اعتراضات کارگران منجر میشه ریشه دارتر از اونه که به سادگی و با یه اعتراض برطرف بشه یا بهش ترتیب اثر داده بشه. از طرف دیگه این هم روشنه که برنامه‌ریزی و اقدام برای حمایت مؤثر از اعتراضات کارگری در میان فعالان کارگری یک سنت شناخته شده است. وقتی به کارگران شرکت حفاری سپنتا 11 ماه حقوق نمیدن، وقتی کارگران معدن خصوصی چشمه پودنه به خاطر نگرفتن چند ماه حقوق اعتصاب و تجمع میکنن، یا کارگرای پیمانکاری پتروشیمی امیرکبیر در اعتراض به افزایش ندادن دستمزدشون از خوردن غذا خودداری میکنن، رسوندن صدای اعتراض این کارگرا و کمک به سازماندهیشون از فعالیت‌های مهم کارگریه. ما الان تو شرایطی هستیم که رژیم سرکوب وسیعی رو تو حوزه‌های مختلف سازمان داده. یه جنبش سرکوب کارگران دستفروش، مخصوصا زنان دستفروش و کودکان کار خیابانه. برای ایجاد رعب و وحشت نیاز به کنترل فضاهای شهری دارن و بی‌پناه‌تر از زنان دستفروش و کودکای خیابونی پیدا نکردن. بخش‌های پراکنده و بی‌سامان نیروی کار جزو بی‌صداترین لایه‌های اردوی کار هستند که از هیچ حمایت سازمان یافته‌ای برخوردار نیستن. اتحاد عمل تشکل‌های کارگری، دانشجویی، زنان و بلند کردن صدای اعتراض به سرکوب این لایه‌های محروم و لگدمال شده جامعه میتونه نقش مهمی داشته باشه و بازدارنده باشه. ما تا الان شاهد بودیم که هر وقت اتحاد عمل مبارزاتی وسیعی در داخل کشور شکل گرفت، حمایت‌های بین‌المللی هم قابل توجه بود.
ولی وقتی در داخل کشور تحرک خاصی نبود، حمایت‌های بین‌المللی از مبارزات و فعالیت‌های کارگری هم کاهش چشمگیری پیدا کرد. در حقیقت اگر اقلیت محدودی رو که در خارج از کشور به نادرست برای خودش رسالت ویژه در هدایت جنبش کارگری داخل کشور قائل کنار بذاریم، نبض اکثر تشکل‌های حمایت از جنبش کارگری ایران در خارج از کشور با فعالیت‌های تشکل‌های کارگری داخل کشور می‌زنه و تحرک در داخل کشور انگیزه میشه برای گسترش فعالیت‌های حمایتی در خارج از کشور. در برابر موج سرکوبی که راه افتاده، اتحاد عمل تشکل‌ها و فعالین کارگری در داخل پیوسته تر کردن اقدامات حمایتی در خارج ضرورت عاجله. از این طریق میتونیم هزینه سرکوب رو برای سرکوبگران بالا ببریم.